بهترین درودها خدمت شما بینندگان گرامی. محمد رضا شاه پهلوی در 26 مرداد 2537 شاهنشاهی در مصاحبه‌ای با خبرنگاران به سؤالی که از خبرنگاران این گونه پاسخ داد که آنها می‌خواهند ایران را ایرانستان. بسیاری نفهمیدند که او چه می‌گوید و آنها که فهمیدند او چه می‌گوید و دشمنان قسم خورده پهلوی ها بودند گفتند که او نمی‌فهمد که چه می‌گوید. امروز بعد از گذشت قریب 45 سال خائنینی همانند جواد ظریف فریاد می‌زند طرح وطن فروشی قرارداد 25 ساله با چین را من دادم. واقعا درود بر شرف تو وطن فروش. واقعا پای سفره کدامین پدر و مادر نشسته ای که این گونه به راحتی خاک وطن را می‌فروشی و این گونه بی‌پروا فریاد می‌زنی که من به کمونیست ها طرح دادم که بیایند و ایران را اشغال کنند. بعد از جنگ جهانی دوم و شکست ژاپن، قرارداد شکست ژاپن بر روی عرشه کشتی یو اس اس میزوری امضا شد. این قرارداد بین وزیر امور خارجه ژاپن میشو کو میسوتو و جنرال ریچارد کی ساندرلند امضا کرد. بعد از اینکه اعلام شد این قرارداد امضا شده است، 10,000 ژاپنی خودکشی کردند. 10,000 ژاپنی. حتی تا سال 1970، 25 سال بعد از جنگ جهانی دوم، سربازان ژاپنی در داخل جنگل‌های ژاپن پیدا می‌شدند که همچنان سنگرهای خود را حفظ کرده بودند و چون خبر پایان جنگ به آنها نرسیده بود سنگرهای خود را داشتند. و امروز آقای ظریف به وطن فروشی افتخار می‌کند. آقای ظریف، آیا در تعزیه و هیئت‌هایی که می‌روید از این حقایق هم میگویید یا همچنان از شطور تشنه در بیابان به لبنید صحبت میکنید؟ یا از آلمان در سال 1945 بعد از شکست آلمان نازی، مردم شهر دومین در آلمان بعد از اینکه سربازان شوروی به سوی این شهر حرکت کردند، بیش از 4500 نفرشان خودکشی کردن. لزوماً همه آنها نازی نبودند، ولی به خاطر شکست کشورشان و اشغال آن به دست اتحاد جماهیر شوروی خودکشی کردند. و امروز در حکومت اسلامی، در حکومت اشغالگر اسلامی، وطن فروشی به افتخاری تبدیل شده است که وزیر امور خارجه‌اش جواد ظریف با سربلندی اعلام می کند من 2 سال پیش طرح اشغال 25 ساله را به چینی ها دادم. واقعا آفرین بر تو حلال زاده واقعی. آیا حال بعد از 45 سال نباید چراغ برداشت و در خرابه های انسانیت و وطن پرستی و میهن دوستی به دنبال استخوان‌های مردی گشت که 45 سال پیش می‌دانست که می‌خواهند ایران را به ایرانستان تبدیل کنند؟ درود به روح پاک همه آنان که ایران را ساختند.
درودی مجدد خدمت شما بینندگان گرامی، شما که به تماشای برنامه راه آینده، برنامه حزب مشروطه ایران از طریق کانال پارس نشسته اید. درودی داریم به همه زنان، به همه مردان، به همه شما که اینگونه در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده اید. درودی داریم به همه شما با هر عقیده سیاسی که هستید و در راه آزادی ایران قدم برمی‌دارید. در برنامه امروز با آقای بهمن امیرحسینی هستیم، به واشنگتن می‌رویم. درود بر شما آقای بهمن امیرحسینی. درود بر شما جناب فرهانی، همینطور درود به بینندگان عزیز برنامه راه آینده در کشور عزیزمان ایران و همینطور در سایر نقاط جهان. در برنامه امروز با آقای فعاد پاشایی دبیرکل حزب مشروطه ایران هستیم و راجع به مسئله نطنز به گفتگو می نشینیم. جناب پاشایی با درود خدمت شما، بسیار سپاسگزارم که با وجود وقت بسیار کمی که دارید، وقت فشرده‌ای که دارید، در برنامه ما شرکت کردید. مایل بودم نظر شما و دیدگاهتون رو در مورد انفجار در واقع پایگاه هسته‌ای نطنز بدونم. ممنون جناب رئیس. من هم درود می‌فرستم به شما و همه بینندگانتون در سراسر جهان، به خصوص دوستان و همرزمانمون در ایران و خانواده زندانیان سیاسی که امروزها بیش از هر زمان دیگری زیر فشار هستند. در حقیقت انفجار نطنز و اتفاقی در نطنز افتاد به نظر من چیز تازه‌ای نبود. کاریست که فشاریست که اسرائیل ظرف چند سال گذشته به جمهوری اسلامی وارد میکنه و تلاش میکنه که جمهوری اسلامی رو از دست پیدا کردن به سلاح اتمی باز داره و در حقیقت در سوریه قبل از اون بیش از یک سال است که نیروهای سپاه قدس و به حساب کسانی که واسه جمهوری اسلامی اجیر شدن به عنوان نیروهای برون مرزی یا به حساب نیابتی ها اونها رو زیر فشار گذاشته، بارهای بار از به حساب بمباران کرده، پایگاهاشون رو بین برده، انبارهای اسلحه‌شون رو بین برده، برای که خب حقیقتا به نظر من هم دلیل ندارد که ایران از این ور پاش از این ور بسام پاش چند کشور اونورتر در پشت مرز اسرائیل شروع کنه سلاح هم بار کردن و خب اون کشور هم طبیعی است که وظیفه دارد از منافع ملی خودش دفاع کنه وقتی کسی میخواد بهش حمله کنه. در این حال وقتی جمهوری اسلامی بارهای بار رو تکرار کرده است و روی موشکاش نوشته است که ما وظیفه داریم اسرائیل رو نابود کنیم، ما برای نابودی اسرائیل آمده ایم، خب او این مطلب رو جدی میگیره و تلاش میکنه جمهوری اسلامی رو دست پیدا کردن به سلاحایی که بتونه چنین کاری انجام بده و بتونه اونها رو به خواستشون برسونه باز داره. در حالی که یک کار غیر معقول است، در هیچ کجای دنیا تا با ما کمتر یا اصلا دیده نشده که کشوری با این پررویی، با این نوع وکبلری سیاسی صحبت کند که بگوید من میخوام فلان کشور رو نابود کنم. ولی جمهوری اسلامی خب سالیان سال است که یکی از ابزارهاشه، ولی آنچه را که به دستش آمده به سال در حقیقت در کمال تأسف از نظر ما که ایرانی هستیم این است که تمام وسایل دفاعی خودش نابود شده، کارمندان یا متخصصین یا سپاهیان خودش نابود شدن و من معتقدم که این در حقیقت سیاستی است که منافع ملی ایران حفظ میکنه. ولی در مورد نطنز نه تنها اون انفجار اونجا صورت گرفت، بلکه یکی از سایت های خبری اسرائیل فیلمی رو پخش کرد از داخل تونل ها، از داخل تاسیسات نطنز، از داخل اتاق های به حساب در حقیقت کامپیوتری نطنز، از محل غلیظ‌سازی و نشون دادن که اونها نه تنها این توانایی رو دارن بلکه آدماشون در داخل اون مجموعه میچرخن، میگردن، حرکت میکنن، فیلم میگیرن و میفرستن و حقیقتا من معتقدم که برای جمهوری اسلامی باعث ننگ و سرشکستگی است که تا به این حد با بیخردی و با ناتوانی و حقارت در برابر اون مثلا کسی که میخواد نابودش کنه به چنبره گیر افتاده و راه گریز نداره به نظر من. بله، حق با شماست جناب پاشایی. اقدامات دولت اسرائیل در واقع دفاع از خود تلقی میشه و وقتی که با یک کشوری، با یک حکومتی در واقع روبروست که صبح تا شب در بوغهای تبلیغاتی خودش دم از نابودی اسرائیل میزنه، اسرائیل نمیتونه دست رو دست بگذاره به این امید که انشاءالله اینها
به سر عقل میان و این تفکر و این برنامه رو کنار میذارن. بنابراین هر اقدامی که دولت اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام بده از نظر حقوق بین الملل و از نظر کشورهای دیگه بسیار یک نوع دفاع مشروع تلقی میشه و رو همین حساب هم میبینیم که هیچ واکنشی نسبت به این گونه عملیات در واقع نشون داده نمیشه، چه از طرف اروپا چه از طرف امریکا و دولت‌های چین و روسیه هم که ایران رو به گروگان گرفتن، در واقع اونها هم واکنششون خیلی ملایم هست که ما اینجور اقدامات رو قبول نداریم و هیچ واقعا عکس العمل جدی نشون نمیدن. ضمن اینکه همونطور که شما خودتون اشاره فرمودید، ما در ایران بیش از 42 سال هست که شاهد این هستیم دولت جمهوری اسلامی همواره مرگ بر اسرائیل رو نه تنها در نمازهای جمعه بلکه در سخنرانی‌های رسمی خودشون هم اعلام میکنن و خامنه ای چند وقت پیش 2-3 سال پیش حتی تاریخ تعیین کرد و گفت که 25 سال دیگه جمهوری اسرائیل از بین میرود و در یکی از خیابون‌های تهران در یکی از میدان‌ها من عکس و فیلمش رو دیدم، ساعت معکوس هست که در واقع نزدیک میشه به اون 25 سال، یعنی از 25 سال شروع کرده، شاید الان فرض کنید 23 سال و چند ماه و چند روز و چند ساعته و این ساعت کمتر میشه. خب این علاوه بر اینکه خودشون رو دست انداختن و خودشون رو مسخره عام و خاص کردن، در این حال به دولت اسرائیل این در واقع این حقانیت رو میده که بتونه هر عملی در مورد در مقابله با نابودی خودش انجام بده. سوال دیگه من جناب پاشایی در این مورد هستش که جمهوری اسلامی بعد از انفجار نطنز اعلام کرد که ما میزان غنی‌سازی خودمون رو به مرز 60% میرسونیم و آقای روحانی در واقع توضیح داد که ما اگر امریکایی‌ها برگردند به تعهدات خودشون در برجام، ما بلافاصله به اون تعهد اصلی خودمون در برجام تا اون زمانی که برجام اعتبار داره، یعنی تا حدود 5 سال دیگه اگر امروز برگردن به امریکایی‌ها قبول داشته باشن و برگردن، ما این غنی‌سازی 3.5 فرض کنید 75 یا 25% رو انجام میدیم. پرسش من این است که خب جمهوری اسلامی واقعا اگر میخواهد برگردد به این حدی که در برجام تعیین شده، چرا پس این هزینه رو میکنه که اورانیوم به مرز 60% میرسونه و بعد دو دستی تقدیم دولت روسیه بکنه؟ چون ایران نمیتونه طبق این قرارداد از یه حد بیشتری اورانیوم غنی شده و بیش از 20% رو اونم به مقدار خیلی کمی برای تحقیقات پزشکی داشته باشه. این کار جمهوری اسلامی بر چه پایه‌ای است؟ امین حسین، از من چند جنبه داره. یک مسئله روحی و روانی است که فشار بیارن به توده‌های مردم ایران که ما در حال مذاکره هستیم و به زودی روابط ما با آمریکا درست میشه و ما ماندگار هستیم، چون ها میدونن و خلاف آنچه که شعار میدن پاشنه آشید جمهوری اسلامی ارتباط با آمریکاست. در این حال که بعید است که دولت آمریکا بخواهد به حساب مذاکره میکنه، گفتگو میکنه، سبک سنگین میکنه، وزن میکنه، ولی بخواد به تفاهم برسه با دولت که تا 2 ماه دیگه از سر کار برکنار میشود. در این حال که سپاه پاسداران نمیخواهد چنین اتفاقی بیفته و چنین تفاهمی صورت بگیره، مبادا به نفع ظریف و به نفع روحانی تمام بشود. پس به هم مجموعه همه این دلایل به نظر من هر دو مذاکره تا 2 ماه آینده به انتخابات ایران 2024 ادامه خواهد داشت. ایرانی ها تلاش میکردند با مسئله غنی‌سازی فشار رو آمریکایی ها بذارن که آقا با ما تو تا به توافق برسیم، وگرنه ما دستمون به این به حساب بمب خواهد رسید. اسرائیل با زدن نطنز به آمریکایی ها این در حقیقت دست باز رو داد که شما از نطنز نترسید، نطنز دیگه به رفت، تموم شد، تا بخواد برگرده به حساب به حالت دوباره بازسازی و دوباره کار کردن و دوباره تعمیر بشه و برگرده یه سال طول میکشه. فعلا شما دست در مذاکرات حواستون باشه، دست بالا رو شما دارین، اینا دست ما نطنز رو زدیم که شما دستتون برای مذاکره هر جور که میخواین باز باشه و بدونید که اینا دارن بلوف میزنن. این دست ایران رو در مذاکره کوتاه کرد اسرائیل با این کارش.
ولی چیزی که برای روحانی و اطرافیانش و رژیم جمهوری اسلامی در مجموع اهمیت داره اینه که به مردم مدام تلقین کنن که ما داریم مذاکره میکنیم، داریم گفتگو میکنیم، ولی ما میدونیم صرف مذاکره توافق نیست، صرف مذاکره به حساب به نتیجه رسیدن نیست، صرف توافق توافق خوب نیست. یعنی شما میتونید مذاکره کنی ولی توافق نرسید، دو سال سه سال مذاکره ادامه پیدا کنه، میتونید به توافق برسید چیزی رو امضا کنید ولی چیزی که توش در میاد مثل قرارداد الجزیره و مثلا داستان گروگانگیرها تمامش باعث حقارت و ذلالت و بدبختی بشه. کاغذ امضا کردی، توافق هم کردی، ولی چیزی گیرت نمیاد. تمام اینها برای که ایران ثابت کرده است در مذاکرات در همیشه در این 40 سال انقدر هر مذاکره رو کش داده تا آخر با شکست و حقارت به حساب به ذلت افتاده و این دفعه هم همون خواهد بود. در مورد روسیه و چین، روسیه و چین گاوی رو به اسم دولت جمهوری اسلامی پیدا کردن، دارن اون رو میدوشن که متاسفانه نتیجهش دوشیدن شیر مردم ایران است، ولی چیزی به این حکومت پس نمیدن. اونها نیومدن که منافع خودشون رو در جهان فدای جمهوری اسلامی بکنن، آمدن که جمهوری اسلامی رو فدای خودشون بکنن و این کار دارن میکنن. هر چقدر که بتونن میگیرن، هر چقدر که بتونن میبرن، هر چقدر که بتونن زور میگن، ولی در جایی از جمهوری اسلامی پشتیبانی نمیکنن و حاضر نیستن بیستن در برابر دنیا و از این حکومت در حال سقوط پشتیبانی کنن. اونا آمادن که از این حکومت در حال سقوط تا جایی که میتونن بدوشن و ببرن و در اینجا هم در این مورد هم همین کاری میکنن، میبینن نتن زده ولی به اونها ربطی نداره، یا قدرت زده ما چه مربوط. ما در مجموع معتقدم که مذاکرات صورت نمیگیره، به حساب صورت میگیره ولی نتیجه نخواهد داد و آنچه که به حساب روحانی با به حساب اطرافیانش میگویند بلوفی بیش نیست و اون بلوف هم امروز هم در برابر خارجی ها، هم در برابر اروپایی ها، هم آمریکایی ها و به سایی با این بلوف است که روباز است و میدونن که بلوف است و نتیجه نخواهد داد. بنظر من بله، حق با شما جناب پاشایی. واقعا جمهوری اسلامی جز با کارت‌های بازنده بلوف زدن هیچ کاری در این مدت نکرده، از جمله در همین قضیه هسته‌ای ایران. وقتی در سال 97 یعنی سه سال پیش نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که ما اسناد هسته‌ای جمهوری اسلامی را از ایران بیرون آوردیم، دولت جمهوری اسلامی منکر شد و حتی رسانه‌های دولت جمهوری اسلامی از اون به عنوان سرقت تخیلی نام بردن، در حالی که روز پنجشنبه یعنی پریروز آقای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که بله اینها مقداری از اسناد سری بسیار سری هسته ما رو دزدیدند و در واقع عنوان کرد که ما به آلودگی امنیتی دچار شدیم. جالبه که جمهوری اسلامی سه سال وقت نیاز داره تا اینکه بدونه که چه اسنادی رو ازش به دزدی بردن، به سرقت بردن یا نه، و چیزی رو که تا حالا منکرش بود الان در واقع به صدای بلند اعلام میکنه که بله اینگونه شده و ما آلودگی امنیتی داریم. از طرف دیگه آقای علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی هم عنوان کرد که در واقع ما پاسخ این کار رو در سرزمین متجاوز خواهیم داد. و جالب اینه که حتی جمهوری اسلامی این توان و جرأت رو نداره که نام اسرائیل رو به زبان بیاره، یعنی سرزمین متجاوز حالا کجا هست. و این هم یه بلوف دیگه است، منظورم تایید فرمایشات شماست که بلوف رو بلوف که اولا ندزدیدن، بعد که میان هم میدوزن هم منفجر میکنن میگن ما پاسخش رو خواهیم داد، حالا کی کجا معلوم نیستش. و نکته جالب اینه که همین آقای زاکانی اعلام کرده که جاسوس ها دارن در این دستگاه های امنیت ایران جولان میدن. واقعا شرایط چگونه است که یک دولت خارجی میتونه در عرض یک سال دو انفجار در نطنز انجام بده و بعد آقای فخری زاده رو در واقع فرض کنیم ترور کرده؟ حالا اون دولت خارجی ما که نمیدونیم چیه، چون هیچ دولتی هم نیومده مسئولیتشو به عهده بگیره. یعنی اینقدر دستگاه امنیتی ایران به اصطلاح بی در و پیکره و انقدر وقت خودش رو صرف این میکنه که فلان روسری یک خانم دو سانت عقب رفته ولی نمیتونه که در واقع جاسوسهایی رو که در مراکز اتمی خودشون به راحتی فیلم و عکس میگیرن و مواد منفجره کار میذارن رو در واقع شناسایی کنه یا دستگیر کنه
یا اینکه بتونه اقدامی برای جلوگیری از این کار انجام بده. شما قضیه رو چگونه می‌بینید؟ ولی اینکه دستگاه امنیتی ایران بیدار پیکر است که تردید نیست. شما به هر ارگان دیگری در ایران نگاه کنید، به وزارت امور خارجه، به مسئله صنایع، به کارگران، به زندگی رفاه مردم، به بهداشت، هر کجا که نگاه کنیم میبینیم که بیدار پیکر است. چون کسانی در اون در ایران در بستر کارن که نه تخصص دارن، نه سواد دارن، نه آگاهی دارن و در پایین ترین حد یک استاندارد جهانی قرار دارن، یعنی در پایین ترین و ضعیف ترین و حقیر ترین نقطه استاندارد جهانی، چه از نظر حساب مدیرانشون چه مدیرانشون. برای اینکه اینها بر مبنای توانایی و شایستگی انتخاب نمیشن، شایسته ها رو اخراج میکنن، شایسته ها رو بیرون میکنن، شایسته ها رو کاری میکنن که کشور فرار کنن. شما نگاه کنید به نخبگان به حساب المپیاد ایران، 80% از کشور رفتن، بلکه به اونها کار نمیدن، به اونها جا نمیدن، اونها رو به حساب به کار نمیگیرن، بلکه بر مبنای به حساب روابط فامیلی است که به حساب کارها تقسیم میشه و طبیعی در این کارها آدمهای ناتوان، ضعیف و به حقیر به کار گمارده میشن. مسئله اطلاعاتی هم همینه. شما نمیتونید یک کشوری تمام ساختارهای به حساب تشکیلاتیش به حساب ناتوان و بی عرضه باشه، فقط ساختار اطلاعاتیش به حساب آنچه که اینها بهش به حساب ساختار اطلاعاتی میگن، ساختار اطلاعاتی داخل است که چگونه مردم رو سرکوب کنیم، چگونه تو زندگی خصوصی مردم سرک بکشیم، از خونه مردم خبردار بشیم، ببینیم کی با کی رفت آمد میکنه، جلوشو بگیریم، زندانی کنیم، کی اعتراض میکنه به حساب برافاصله بدیم بگیریم بکنیم زندان. ولی در سطح جهانی حقیقتا اینها بیدر پیکرن و شما میبینید که به حساب وقتی مثلا فخریزاد رو اگر اسرائیلی ها زده باشن، این یک اتفاق ساده نیست. اونا بعد از محل رفت آمد این آقا خبر داشته باشن، از خونه هایی که ایشون میرود در اونجا برای بابان اشرت کرده خوشگذرانی میکنه خبر داشته باشن، ساعت هایی که ایشون میرود، چه ساعت هایی میرود برای خوشگذرانی، چه ساعت هایی بر میگرده از خوشگذرانی، در کدوم جاده حرکت میکنه، از کدوم جاده میره، از کدوم خیابون میاد، تمام اینها رو باید بدونن، خونه شو بدونن، اون خونه خوشگذرانی شو بدونن کجاست بدونن، و تمام اینها رو به حساب اینا هم آدم های داخلی احتیاج دارن، هم از داخل خود سیستم امنیتی ایران اتفاق میفته. این فرمایش شما من یاد کتاب خاطرات یکی از معمولی KGB میندازه که بعد از حکومت سقوط حکومت پادشاهی ایران در خاطراتش نوشته بود ما ظرف 15 سالی که در ایران کار کردیم نتونستیم حتی یک دونه از کارمندان ساواک رو به استخدام خودمون در بیاریم، ولی در همون سالها بعدها فهمیدیم که ساواک تونسته بوده 5 نفر از اعضای KGB رو به استخدام خودش در بیاره و اطلاعات داخلی KGB رو از اونها بگیره. چرا؟ چون اون ساختار قبلی میهن پرستی، عشق به میهن، اعتقاد به سرزمین یکی از اولین اصول به حساب پایه اون حکومت بود. در این حکومت موجود در جمهوری اسلامی منافع شخصی، چیزی به اسم منافع ملی وجود نداره، چیزی به اسم عشق ملت وجود نداره. منافع شخصی، سود من کجاست، من در این شغل و پوزیشنی که گرفتم چیر برای فروش دم دستم هست، چی رو میتونم بفروشم، کدوم سال از سند رو، کدوم کد و کدوم مدرک رو میتونم بفروشم که به پول بیشتر برسم. چون ثروت اندوزی در بین سران جمهوری اسلامی یک مریضی است که به حساب به شدت چالش شده است. از بیت رهبری شما بگیرید بیاد تو پایین، همه این سران جمهوری اسلامی به این بیماری، به این ناراحتی روانی مبتلا هستن که کشور اهمیت ندارد، من چی رو میتونم بفروشم، چی رو میتونم معامله کنم و خونم چه سایز و اندازه باشه که بتونم به دیگران فخر بفروشم، چون خودم که چیزی از نظر معلومات و سواد و آگاهی و اطلاعات و اینا که ندارم، که با همین چیزایی که دور بر خودم جمع میکنم خودم رو باید بسازم. به همین دلیل طبیعی است که ساختار اطلاعاتی همه ما هم میدونیم سالیان سال درش بازه، سالیان سال است که بیدر پیکر است، فقط توانی که اینها دارن در سرکوب مردم است. و میبینید شما در داخل جمهوری اسلامی امروز سپاه با هزینه های سنگین فیلم های سینمایی میسازه، سریال های تلویزیونی میسازه، از توانمندی خودش، از لیاقت خودش، از توانایی به حساب مبارزاتیش، ولی اینها فقط در روی همون فیلم هایی که ساخته میشه در سینما در هالیوود جمهوری اسلامی است که این اقتدار وجود داره. ولی در حقیقت این است که شما میبینین اسرائیلی‌ها به راحتی مرکز اتمی رو میزنن، فیلمش هم میارن بیرون، مدرکش هم میارن بیرون، عکسش هم میارن بیرون، پخش میکنن و کسی نمیتونه جلوشون رو بگیره. خود آقای رضایی
دیگه روی ناچاری به این صرافات افتاده است که حرف دهانش در بیاد. چطورمونم میگه، میگه ما سازمان های اطلاعاتی دیگه دنیا هر 10 سال یک مرتبه خودشون رو پاکسازی میکنن، ما 30 سالی که پاکسازی نکردیم، به همین دلیل دیگه هرچی که بوده دیگه غلطیده و رفته دیگه. حالا کی شما فرض بفرمایید که میخوان پاکسازی هم بکنن، کدام انسانی در این مکتب، در مکتب جمهوری اسلامی با عشق به میهن، با عشق به سرزمین، با علاقه به حساب به یک پارچگی ایران تربیت کردن که اون آدم وقتی سر کار میره مدرک رو نفروشه، اسناد رو نفروشه و به فکر کشورش باشه؟ متاسفانه ما با حکومتی مواجهیم که همه چی رو در برابر پول عوض میکنه، من جمله ایران و من جمله منافع ملی ایران رو. بله کاملا همینطوره و این رو مردم ایران هر روز واقعا با پوست و گوشت و به اصطلاح خون خودشون این رو درک میکنن. یک نمونه کاملا واضح اون همین مسئله نحوه مبارزه جمهوری اسلامی با بیماری کرونا است، در حالی که اسرائیل در واقع 2/3 جمعیت خودش رو واکسن زده و به نوعی خطر از مردم اسرائیل کنار رفته، جمهوری اسلامی تازه روز پنجشنبه اعلام کرد که حدود 700,000 واحد واکسن روسی خریده و قرار است که، حالا کیش هم مشخص نیست، قرار است که تحویل داده بشه. ضمن اینکه خود ما میدونیم، دنیا هم میدونه که واکسن نوع چینی و در واقع نوع روسی هیچ ارزشی نداره، هیچ اعتباری نداره و هیچ تضمینی برای به اصطلاح حفظ انسانهایی که این واکسن رو میزنن در مقابل ویروس نداره. و نکته جالب جناب پاشایی اینه که خانم فائزه رفسنجانی در صحبتی که چند روز پیش کرده بود به همین مسئله اشاره کرده بود که به هیچ وجه برخلاف اونی که مسئولین جمهوری اسلامی میگن مسئله تحریم نیست، چون ایران از نظر دارو به هیچ وجه تحریم نشده و دولت جمهوری اسلامی به راحتی میتونه اگر بخواد دارو بخره. منتها مسئله اینه که جمهوری اسلامی پولشو صرف خرید در واقع وسایل یا فلزاتی میکنه که بتونه با اون موشک بسازه، صرف پرداخت پول به حزب الله لبنان میکنه. این قضیه رو به نظر من مردم ایران میدونند و واقعا چاره جز این ندارند که بخوان علیه این حکومت واقعا اقدامی کنن، وگرنه اگه قرار باشه حکومت دست جمهوری اسلامی بمونه، من تصورم این است که حتی 20 سال دیگه هم در واقع همه ایرانیان نمیتونن واکسینه شده باشن. به درستی میفرمایید الان در اسرائیل تنها اسرائیلی ها به حساب واکسینه شدن، بلکه دارن فلسطینی های اون موقع اسرائیل رو هم به حساب اسرائیل رو واکسینه میکنه، بهشون واکسن میزنه. ما هم به نظر پزشکی میدونیم که این واکسن ها به حساب تایبخ تهیه میشه، در همون روز باید دوتا ماده که هست با هم ادغام بشه با یه درصد مشخصی و همون روز هم این استفاده بشه. برای همین مثلا در آمریکا ما میبینیم که به حساب کسانی که تو نوبت نیستن، مثلا در روز آخر روز یک سایت اینترنتی هست که میگن آقا در هر شهری شما بیان اینجا اسمتون رو بنویسین، اگر ما واکسن اضافه داشتیم شما رو خبر میکنیم که بیاین مثلا این واکسن رو خارج از نوبت بزنید. بلکه یا مثلا میگن در یک بیمارستانی 2,000 تا واکسن به حساب قاطی به شما رو که بعد روز استفاده بشه، اگر تو یک کسانی نیان سر نوبت برای زدن واکسن و اون بعد از دو ساعت 3 ساعت مونده به قضیه به پایان روز ببینن که اینا نیومدن و مثلا 50 تا واکسن زیاد دارن، بلافاصله با اون لیست کامپیوتر تلفن میکنن میگن آقا همین الان میتونی بیای واکسن تو بزنی. چون واکسن اگه بمونه بعد یاد بمیره. من میبینم که امروز در جمهوری اسلامی میشم که میگن آقا مثلا بعد از اینکه ایران وارد کرده در بازار آزاد، در بازار سیاه، در ناصر خسرو جا میفروشن. مثلا خب این دیگه به درد نمیخوره، شما وقتی واکسن میخواد بیاد تو ناصر خسرو 3 روز بعد یه هفته بعد بخواد به درد نمیخوره که من. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی عادت داره هر چیزی رو در بازار سیاه معامله کنه. سران، مسئولین، مدیران عادت دارن که هر چیزی که دستشون میرسه مقدارش رو بدزدن و در بازار سیاه بفروشن. ولی من از مردم ایران خواهش میکنم که اگه صدا رو میشنون حتما از خرید واکسن دست دو در ناصر خسرو یا هر جای دیگری خودداری کنن و مطمئن باشن که اون واکسن همون روز به حساب تازه است و به حساب فرشه و از کهنه نشده و از اعتبار نفته. جناب میرسه اگه به من اجازه فرمایید، من الان یاد یک داستان یک مطلبی افتادم که در مورد سوال قبلیتون در مورد مسئله امنیتی ایران. آقایی که در ایران خبرنگار هست و آمده بود به آمریکا برای تعداد زیادی مصاحبه برای حساب
کنگره آمریکا و یک پروژه رو در این مورد دنبال میکنه، آقای دهباشی. بله بله. یک فیلمی از ایشون دیدم در یوتیوب که ایشون صحبت کرده بود و گفته بود که من وقتی رفتم برای مصاحبه با تعدادی از سران رژیم گذشته ایران، من جمله به شفافیت نام میاره از شخصی به اسم تیمسان شجاعی. تیمسان شجاعی رئیس بخش ضد اطلاعات ارتش و رئیس اداره رتبه دو ارتش ایران بود و میگوید من وقتی رفتم با ایشون مصاحبه کنم در منزلش در لس آنجلس، تیمسان شجاعی هیچ مدرکی نداشت که به من ثابت کنه که بعد از خروج از ایران اطلاعاتش رو و مدارکی رو که به حساب از اطلاعاتی از ارتش ایران داشته اینها رو به کسی نفروخته یا در اختیار کسی نگذاشته. و بعد خودش در اون دوار ویدیویی میگه من از کجا فهمیدم که این آدم اطلاعات رو نفروخته؟ از اونجایی که بعد از اینکه دو بار که رفتم منزلش برای مصاحبه دیدم این آدم ساعت 10 شب که میشه یک چراغ قوه برمی‌داره و به یک حساب کت گرم و میرود که شبانه از پارکینگ که ماشین ها در مفصلن از این پارکینگ به عنوان نگهبان شب از این پارکینگ به حساب نگهبانی بده تا بتونه خرج زندگیشو در بیاره. و خود این آقای دهباشی در اون نوارش میگه من اونجا بود که فهمیدم این آدم اطلاعات بسیار ارزشمند زیر قیمتی که از ارتش ایران داشته بعد از اینکه از ایران آمده بیرون حاضر نشده به هیچ کشوری بفروشه، بلکه طبیعتا اطلاعاتی که اون داشت میلیون ها دلار ارزش داشت، ولی این حتی وقت از ایران خارج شد حاضر نشد این اطلاعاتش رو به هیچ کسی بفروشه و حاضر بود که شبها برود در یک پارکینگی نگهبانی بدهد و به حساب به عنوان نگهبان شب با یک دستمزد بسیار پایین، ولی اطلاعات کشورش رو حتی بعد از خروج از کشور بعد از اینکه حکومت که بهش معتقد بوده سقوط کرده نفروشد به هیچ منبع خارجی. ولی شما بود مقایسه کنید با سران جمهوری اسلامی، با فرماندهان سپاه، با فرماندهان اطلاعاتی که هر چی تو کشور میزشون هست اول فکر کنن که به کی میتونن بفروشن، در کدوم مارکت اینو ازشون میخرن. و حقیقتا باعث تاسف است همچین حضوری همچین شخصیت هایی در کشور ایران و حکومت میکنن و مردم ایران برندن. بله جناب پاشایی، حق با شماست و اون شرفی که در خون سرباز ایرانی، افسر ایرانی دوران پادشاهی بوده رو شما حتی یک موی از سر اونها رو نمیتونید در تمامی فرماندهان سپاه پیدا بکنید. علاوه بر نمونه‌ای که شما فرمودید، ما در همین واشنگتن در سالهای اول انقلاب شاهد بودیم که بسیاری از عمرای سرشناس و درجه بالای ارتش شاهنشاهی ایران در فرودگاه دالاس در واقع رانندگی تاکسی می‌کردند. اگر اینها اطلاعات و یا خودشون رو در واقع و مملکت خودشون رو به دولت‌های خارجی فروخته بودند، نیازی به این نداشتند که در واقع تن به چنین کار سخت و طاقت فرسایی بدن. و این واقعا اینجا موقعیت خوبی است که ما درود بفرستیم به روان اونهایی که در جان خودشون را از دست دادن در این مدت از افسران ارتش شاهنشاهی، و درود بفرستیم به کسانی که کماکان در قید حیات هستند. و مطمئنن جناب پاشایی تاریخ هیچ وقت خوب و بد رو فراموش نخواهد کرد و خدمتی که این گونه افسران و فرماندهان ارتش ایران انجام دادند در واقع در لوح زرین در ذهن تاریخ خواهد موند و نسل‌های بعدی ایران هم از اون آگاه خواهند شد. از اینکه در برنامه ما شرکت کردید بسیار سپاسگزارم. میدونم که سرتون به اصطلاح بسیار شلوغ هست و کلی برنامه‌های سیاسی اجتماعی دارید. باز هم از محبتتون تشکر میکنم، به امید اینکه در آینده نزدیک هم باز هم در خدمت شما در برنامه راه آینده شرکت کنیم. ممنونم جناب امیرحسین. من هم در حقیقت اگر بخوام به حافظه خودم مراجعه کنم، اقلا میتونم 10 تا 20 اسم شخصیت های بسیار ممتاز ایرانی که در کمال شرافت زندگی کردن ولی حاضر نشدن به حساب آنچه که میدونستن با هیچ کشوری معامله کنن رو بگم، ولی این رو اشاره کردم این شخص به خصوص تیمسان شجاعی رو، برای اینکه کسی اینو در خود ایرانی مطلب به حساب در حساب قید شده بودن بین کسانی که مخالف رژیم گذشته بودن من قید کردم. بسات خیلی ممنونم از محبتتون، لطف فرمودین، امیدوارم به آرزوی پیروزی میکنم برای شما و همه بینندگانتون در سراسر جهان. سپاسگزارم، به امید شرکت شما در برنامه‌های آتی. سپاسگزارم. خب آقای امیرحسینی، بسیار بسیار مصاحبه خوبی بود. میریم و باز میگردیم برنامه رو پی میگیریم.
ایرانی سرفرازم یانم فداد به ولاتی جوانم گل açıp gülür gülistan نه گوزلسن عزیز ایران اولم توپراغ و قربان نه گوزلسن عزیز خینت گلم آوی گلم اول و آخر منزلم توی ایران ای ایرون ای ستین دلم دردت به جونم درود و درهباد ای ایران من ترا وانان من ترا زانان های وطن خوشکندار ای ایران ای افتخارم داغت نبینم دورت بگردم نام زامین وطن صبح امید وطن جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان وطن ای هستی من شور و سرمستی من جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم همه ی جان و تنم وطنم 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 بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم همه ی جان و تنم وطنم 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 همه با یک نام و نشان به تفاوت هم رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هم رنگ و زبان همه شاد و خوش و مهم و سلام سه سلامت ایران زبان سه سلامت ایران زبان سه سلامت ایران زبان درود مجدد خدمت شما بینندگان گرامی، شما که به تماشای برنامه راه آینده برنامه حضور مشروطه ایران نشسته اید. آیا امیرحسینی واقعا آقای پادشاهی به نکات جالبی اشاره کردن در مورد مسئله نتن؟ بله، همینطور که می‌فرمایید مصاحبه و گفتگوی بسیار مستند و بسیار دقیقی بود. جناب پادشاهی به خوبی مشکلات که جامعه ایرانی امروز در زمینه هسته‌ای درش درگیر هست رو بیان کردن. کاملا روشنه که جمهوری اسلامی در واقع یک کلاف سردرگمی شده و به هیچ وجه در واقع زمینه کافی برای اینکه بدون از کجا داره میخوره رو نداره. مرتب با بحران، مرتب با شکست در زمینه اتمی روبرو میشه و امیدواریم که به هر حال ملت ایران بتونه یک راه حلی با اقدامات خودش علیه این شرایط به دست بیاره. ببینید آقای امیرحسینی، اصولا وقتی که در یک جامعه مثل جامعه ایران که در شرایط فعلی و در حکومت اسلامی فساد تا این نقطه در حال حرکت و در این ابعاد که هر کسی هر چیزی رو که میتونه میفروشه میدزده و حرکت میکنه و اتفاقی نمیفته و فلان کسی رو عنوان این که آقازاده است یا خانمزاده است این میلیاردها دلار سرمایه ایران رو میبره و این به صورت یه نرم شده، حالا بهشت جاسوسان کشورهای دیگه است. هر کسی رو به هر قیمتی میتونن بخرن به جای اینکه بیان میلیاردها دلار خرج کنن و یک دونه بمب بندازن یا یه دونه چیز کنن، یه میلیون تومان یا 10 میلیون تومان یا 500,000 دلار به هر کدوم از آقایان بدن، هر چی که میخوان رو تحویل میدن. فخری زاده رو نگاه کنید، مسئله بردن این همه مدارک از وسط شهر تهران، شما فکر میکنین اسرائیلیا ریختن با هواپیما اومدن اینا رو بردن؟ نه خیر، سرداران عزیز تحویل سردار. ببینید ما نمیخوایم سرداران سپاه و دیگران رو تک تک به اسم مثل آقای ظریف خائن معرفی کنیم. مسئله اینجاست که همه در حال دزدی هم و هر کس که نگاه میکنه احساس میکنه عقب افتاده. اون چرا نه؟ از سربازش گرفته، از گروبانش گرفته، از سردارش گرفته تا پاسدارش گرفته تا هر کسی، اون میبینه این داره میبره، اون داره میخوره، این داره، من چرا نه؟ و در یک چنین شرایطی عملیات انتلیجنس یا عملیات جاسوسی به آسونی امکان پذیر نیست. اینا وقتی که میان در داخل این کامپیوترها و یک سری عملیات میکنن، این کدا رو قابل پیدا کردن هست، ولی راستون ترین راه اینه که
به یکی از آدمایی که به این کامپیوترها دسترسی دارن یک دونه کد بدن یا یک دونه کد از اینا بگیرن و اون وقت حرکت کنه، که دارن این کارو میکنن. کشتن فخری زاده حتما زیر عنوان یک کسایی اومدن بهش گفتن کی میره، خانومو کی میبره تو باغ، کی با این خانوم است، کی چه کار میکنه، کی خودشو رانندش میرن، کی اینا. به آسونی وقتی که شما اطلاعات به این دقیقی داشته باشی و چک کنی، اون وقت میتونی. این فساد جمهوری اسلامی که داره ریشه های جمهوری اسلامی رو میخوره، این اسرائیل، امریکا، انگلستان، لهستان، آلمان یا جاهای دیگه نیست، این خود فساد آخوندیه که داره جمهوری اسلامی رو میخوره. بله، دقیقا همونطور که شما میفرمایید، شرایط به گونه ای شده که در حالی که عامه مردم، یعنی بیش از 85% مردم در فقر و فاقه به سر میبرند و واقعا از تهیه مواد غذایی عادی روزانه هم در رنج هستند، اون قشر بالای فرماندهان سپاه و قشر بالای مسئولین دولتی فقط به فکر این هستن که هرچه بیشتر و هرچه سریعتر جیبای خودشونو یا در واقع چمدونهای خودشونو پر از دلار کنن و دزدیهاشونو از ایران خارج کنن، در حالی که اون قشر سپاهی عادی که اینا فرزندان این مملکت هستن، زحمت میکشن، سعی میکنن که در واقع آموزشی ببینن برای دفاع از مملکت و فرماندهانشون اونها رو به جایی که به پاسداری از مرز و بوم ایران نگه داره، اونها رو به دفاع از رژیم قاتل بشار اسد میفرسته، خودشون از سوی دیگه مشغول دزدی هستن. همونطور که اشاره فرمودید، این نیازی نیست که یه اسرائیلی بیاد بره در سازمان انرژی هسته ایران یا در نیروگاه نطنز اونجا چیزی رو ضبط کنه یا چیزی رو منفجر کنه، بلکه همین مامورین مسئولین طبقه بالای این سازمان هستن که کدها و در واقع اطلاعات کافی رو در اختیار دارن و در مقابل به قول معروف دلار و یورو در اختیار یک دولت بیگانه قرار میدن. و جالب اینجاست جناب فرهانی که آقای محسن رضایی پس از 3 سال که نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد ما اسرار سری جمهوری اسلامی رو در مورد مسائل هسته‌ای از ایران خارج کردیم و در این 3 سال جمهوری اسلامی و در واقع رسانه‌های داخلی وابسته به دولت این مسئله رو تکذیب می‌کردن و حتی از سرقت تخیلی و یه چیز غیر ممکن صحبت می‌کردن، آقای محسن رضایی چند روز پیش اعلام کرد که بله یه همچین اتفاقی افتاده و حتی همونطور که اشاره کردین عنوان کرد که در واقع ایران بهشت جاسوسا شده. همین حرف نشون دهنده این هستش که جاسوسها فقط در یک سازمان انرژی هسته‌ای نیستن، انرژی اتمی نیستن، در سایر در واقع ادارات دولتی، در سایر صنایع، در سایر سازمان‌ها هم هستند و در واقع اطلاعاتی که جمهوری اسلامی فکر می‌کنه برای خیلی سری هستن در واقع در اختیار دولت‌های بیگانه هستش. آیا می‌رسید کاملا صحیح می‌فرمایید، این مشکلیه که جمهوری اسلامی داره. اما از سوی دیگر این روز یک شنبه گروه‌های سیاسی در مقابل سفارت چین در لس آنجلس گرد هم خواهند آمد و نسبت به قرارداد ننگین و قرارداد که آقای ظریف مدعی هستن که خودشون اعلام کردن که من درستش کردم اعتراض خواهند کرد. این اعلامیه‌اش رو پخش خواهیم کرد، به این توجه کنید، به ما بپیوندید، به همه گروه ها بپیوندید، اعتراض خودتون رو به چین و ایران اعلام کنید. در اینجا وقت برنامه ما میرسه، به پایان میرسه. به همراه آقای بهمن امیرحسینی، بدرود بینندگان عزیز، تا برنامه آینده. همه شما را به خدای ایران، به خدای عشق، به خدایی که جز عشق نمیشناسد میسپارم و به خاطر داشته باشی که این پیروزی در راه است. فراخوان اعتراض به قرارداد ننگین چین و جمهوری اسلامی. هموطن، روز اقدام مشترک برای نجات ایران و آزادی مردم دربند آن از ستم حکومت فاسد آخوندی
و رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی امروز است. برای نشان دادن همصدایی و همپیمانی با مردم به پا خواسته ایران در اعتراض و برای جلوگیری از قرارداد وطن فروشان آخوندهای تهران با چین به هم بپیوندیم. روز یک شنبه 18 آوریل از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر مقابل کنسولگری چین در لس آنجلس به گرد هم آمده و اعتراض خود را فریاد کنیم. برای نجات ایران همگی ما در کنار یکدیگر خواهیم بود. کمیته برگزاری تظاهرات در لس آنجلس، آدرس 443 شاتو پلیس، لس آنجلس، کالیفرنیا 920. یک شنبه 18 آوریل 2 تا 4 بعد از ظهر. وطن فروشی نیست، وطن فروشی ایرانی، ایران، 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 جان ما.